درگیری های لفظی بین مقامات دو حکومت جمهوری اسلامی و طالبان هر روز بالاتر میگیرد. این البته خیلی اتفاق مهمی نبود که بخوایم بهش بپردازیم و یادآوریش کنیم. دعوا نمک زندگی تروریست است. به قول معروف تروریستان دعوا کنند، ابلهان باور کنند. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه بلوچستان رو صریحا بدن. شما خودتون 45 سال حق مردم سیستان رو خوردین یه آبم روش. دیگه اونا که هفت پشت غریبن. سخنانی که با واکنش تمسخر آمیز ژنرال مبین خان، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیت کابل همراه شد. آقای رئیس جمهور ایران نمی واسه ماست کاملا نکاو نیست. یعنی یک بشکر ما برات میارم. البته اینم مال اول سال بود. الان دیگه همین بشکر رو هم حواله نمیده. خیلی لطف کنه یه آفتابه پر کنه بده دست پرپکانیان برای گندگوزیاشون. چون بجز این کار که فقط بلدن بشینن و نگاه کنن. در حمله تروریستی در حرم شاهچراغ 13 نفر شهید و 21 نفر مجروح شدند. یک تروریست هنگام اذان مغرب با ورود به حرم شاهچراغ به سمت نمازگزاران تیراندازی کرد. این یکی دیگه از مواردی که گندگوز منطقه نشست و نگاه کرد. انفجار و خون در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. اینم یه مورد دیگه که نشون میده اون جمله معروف عوضش امنیت داریم خیلی جمله درستیه. شما اگه دزد، اختلاسگر، مزدور یا تروریست باشی هیچ جا مثل ایران امنیت نداری. با خیال راحت میتونی هر کاری عشقت بکنی. یکی از روستاهای مرزی ما توسط پاکستان با موشک اینا زدن. این روستاهای ما رو که در این حادثه 3 زن کشته شده و 4 کودک که اینا اتباع غیر ایرانی هستن. خب خدا رو شکر. موشک خورده توی روستای مرزی تو کله زن و بچه بیگناه، این خدا رو شکر میکنه. حالا اگه خورده بود تو قم وسط حوزه علمیه، آره اون موقع یه ایران شکرگزار درگاه خداوند بودن. مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد. اینجا هنوز اوایل شهریوره، یه سال از سیسمونی خریدن گذشته و گند جدید آقازاده رئیس مجلس اسحاق ناپلون که با نمرات ناپلونی 8-10 دبیرستان میخواست به عنوان نخبه اقامت کانادا بگیره در نیامده بود. الان احتمالاً یه 7-8 تا دیگه لایحه تصویب بکنن که مردم این گند جدید رو یادشون بره. حتماً این بساط کشف حجاب هم حتماً جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید. جمع شد؟ 6 ماه گذشته از دری که زدی ها؟ این هم شد مثل همون قضیه محو کردن اسرائیل که 45 سال قراره 20 سال آینده رو نبینه و آخرش هم که از طوفان الاقصا رسید به طوفان الراه رفتن رو پرچم. الان یک ویدئویی میخوام بهتون نشون بدم که زیر گرفتن پرچم اسرائیل هست. الان مردم دنیا دارن این کارو میکنن. حالا دوباره برو پرچم بپر. این 4 آدم الان شدن مردم دنیا؟ اینا رو که بخوای باهاشون سه تیم فوتبال سالونی هم بازی کنی باز 2 نفر کم میاد مرد حسابی. 3 برند هست که به صورت علنی مثلا میگم مکدونالد این پک های ساندویچ های مکدونالد رو میگرفته و مثلا جلوی دوربین ها هدیه میداده به سربازه اسرائیلی. خب چیه؟ هنوزم زیر نشده. شما مقابله به مصر کنید، از همون مغلوب پلوی سوخته چند تا دیگ درست کنید بدید پیک ببره واسه برای بچه حماس. فقط مواظب باشید پیکش از فک فامیلای مجید حسینی نباشه یا مقصد و اشتباه میره به جای غزه سر از کانادا در میاره. آقای حسینی کانادا خوش میگذره بهتون؟ من اونجا اومدم برای دیدن برادرم و خانوادم. حالا خوبه اینو امسال موچش رو تو کانادا گرفتن. اگه تو ایتالیا دیده بودنش که میگم من واسه مبارزه علیه مافیای سیسیل اومدم اینجا. آخه سخنرانیاش تو ایران خیلی اثرگذار بوده و باعث شده دیگه هیچ فسادی تو کشور رخ نده. حقایق پنهان فساد مالی شرکت چای دپش به ارزش 140 هزار میلیارد تومان. کلن ملت بیچاره ما از همه تفریحات و نوشیدنی های مختلف جهان یه چای خوردن براشون باقی مونده بود که اونم آذر امسال یه کاری کردن کوفتشون بشه. قبلا چای یا فقط قند پهلو بودن، الان شدن گند پهلو. یعنی معلوم نیست یه چای کیسه‌ای تا بیاد دست مردم برسه چه گندایی پهلوش نزده باشن. یک مقام شورای شهر تهران: آلودگی هوا به اندازه جنگ ایران و عراق میکشد. الان فهمیدین چرا هیچ کشوری به ایران حمله نظامی نمیکنه؟ فکر کردید به خاطر بمب و موشکاشونه؟ نه. چون وقتی میبینن سازمان محیط زیست یه تنه داره از ارتش بعثی صدام حسین پیشی میگیره، میگه چه کاریه دیگه؟ چرا ما به خودمون زحمت بدیم؟ اینا خودشون ترتیب خودشونو میدن.
یعنی سیرک هم انقدر خر تو خر نیست. گفتم سیرک راستی بد نیست یادی بکنیم از مراسم 22 بهمن امسال. تصاویر زنان بدون روسری در مراسم 45مین سالگرد انقلاب 57 پرواکنش بوده. دیگه کم کم داره تشخیص جشن پیروزی انقلاب اسلامی از کارنوال‌های خیابونی برزیل هم سخت‌تر میشه. فقط مونده سال دیگه بهمن به جای کیک و ساندیس بیکینی و تکیلا خیرات کنن وسط خیابون. ما مردم ایران با 1% بسیار بالایی نسبت به موضوع پوشش حساسیت دارن. مردم ایران حساسیت نسبت به پوشش چی؟ پوشش عبا و عمامه اگه منظورتی که آره. مردم میبینن کهیر میزنن دیگه. جریان‌های ساختگی و فیک و در واقع مزدبگیر خارجی مثل شبکه من و تو و بقیه شبکه‌های معاند فارسی زبان مسیری غیر از مسیری که شبکه منفور من و تو طی کرده نخواهند داشت. سرنوشت من و تو اگه بد بوده پس به سرنوشت صدا و سیمای شما چی باید گفت که امسال مجبور شدین از اخبار شبانگاهی و برنامه کودک گرفته تا مستند جفتگیری گرازای آفریقایی رو برین مهران رجبی اجرا کنه؟ اون سرنوشت اگه بده که این یکی انه. و اما زبد و فیذهب و جفاءن آیه قرآن میگه اون چیزی که ریشه نداره حتما از بین رفتنی است. پس واسه همینه که شما هم نیم قرن دووم آوردید، چون ریشه دارید، ریشه بسیار کلفتی هم دارید، البته در جهل و حماقت و تعصب و دزدی و ظلم. محکومیت شروین حاجی پور به 3 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی. خب این در واقع میشه 5 سال حبس، 3 سالش تو خود زندان اوین، 2 سالش هم تو زندان ایران. مجازات های تکمیلی که بهش دادن از ساختن ترانه بر ضد آمریکا تا دستنویس کتاب های مرتضی مطهری و جوادی آملی و انتشارشون در رسانه های اجتماعی. چه ترانه‌ای بسازه براتون؟ برای محکومیت جنایات آمریکا، برای خلاصه کردن کتاب این بابا. الان که حساب می‌کنم ببینم واقعا اون 3 سال حبس و ممنون خروجی در برابر این مجازات خیلی هم سنگین نبود. کتابای اینا خوندنش هم مایه عذابه، چه برسه بخوای خلاصه‌ش هم بکنی این همه تراوشات کمر رو. اگر بخوام برگردن ایران، خب اجازه فعالیت دارم، برنامه حالا اجازه فعالیت کار بعدیه. بو بحثید بر حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه. با اون حکمی که به شروین دادیم واسه یه آهنگ غیر مجاز، پس موین با اون همه آهنگ اگه بیاد کم کمش باید 4 تا توضیح المسائل و کتاب وصایای امام و اندیشه اسلامی 1 و 2 رو کامل حفظ کنه لابد. اگه خواستید شکنجه‌اش هم کنین میتونید بگید 3 بار از روی تمام سخنرانی‌های پرپکان رونویسی کنه.